به نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلام خدمت شما شاگردای نازنین انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشید خب شاگردای خوب ما در جلسات پیش بر شما اهمیت اندازگیری را گفتیم واحد های اندازگیری را گفتیم کمیت های اساسی، فرعی و وسایل اندازگیری را گفتیم خب اگر شما اما یک ساعت تابال دیده باشین در خانه هایتان اما یک ساعت به نام ساعت شنی یاد میشه دیدین؟ ندیدین اگر در خانه هایتان نداشته باشین ندیدین در فیلم ها دیده باشین اما یک شکل ساعت نه این قدیمی ترین ساعت بود ساعت شنی قبل از ای که ساعت شنی به وجود بیاید چیکار میکن مردم از نور خورشید که آفتاب به کجا رسید حال چاش شده وقت غذا است یا وقت یک کارشان است میرفتن سر کار از از شعای آفتاب استفاده میکردن که آفتاب به کدام قسمت برسه چاش میشه به کدام قسمت برسه نیمه چاش میشه همین رقم و بعد از اون ساعت شنی به وجود آمد این باز چیکار میکرد مثلا این یک بار به رقم سرچپه میموندن تو پایین که می آمد یا نصفه روزشان می یا همون یک روز مکمل می شد بازور سرچپه می این که دوباره پایین میشد یعنی شب و صبح شده صبح شده و اگه این نصفه میشد می نیمه چاشت هست یا نیمه شب است از تو یک چیز استفاده می کرد. آیا دقت اندازگیری ای خیلی بالا بود؟ یعنی شما میتونستین یک ساعت مشخص حتی پیدا کنید دقیقه و ثانیه خب پیدا نمیشده اینه حتی یک ساعت مشخص شاید پیدا نمیتونستین نیمه روز هم میتونستین پیدا کنید با نیم شدن همون در داخل شیشه ولی دق... دقیق پیدا نمیکنید که یک ساعت از روز گذشته نیم ساعت گذشته یک دقیقه و یک ثانیه که بسیار سخت بود بعد از این ساعت به وجود آمد اینی ساعت دقت کنین. اینی خط شسنه چی گفتیم خود ساعت نشان میده دقیقه و اینی خط کمرنگ اینجاست سانیه را نشان میده اگر من بر شما بگویم همیال این ساعت ده, ده دقیقه ده دق از ده دق دق گذشته اگر سانیهش رو برتان بگویم سا... ساعت ده و ده دقیقه و سی و پنج سانیه و اشاره چار یعنی من بگویم که سی و پنج و نیم سانیه تقریبا اما تو یک چیز شما قبول دارین؟ بگویم سی و پنج و نیم ثانیه میگن که خب نیم ثانیه از کجا پیدا کرد این هر تیک تیک این ساعت که میگرده یک ثانیه نشان میده خیلی نیم ثانیه از کجا گفت نه میگن درست نگفته چرا که دقت اندازگیری این ساعت درست است که نسبت به این بالا است ثانیه است دیگه از ثانیه که در خورده نمیتونه اندازگیری کنه که ما بگیم نیم ثانیه صفر اشاری یک ثانیه صفر اشاری دو ثانیه پس میگن ایره اشتباه گفته چطور میگم نیم ثانیه چون از یک ثانیه کرده دیگه کم اندازه گیری نمیکنه و همون رقم آمدن وسیله دقیق تری را پیدا کردن ببینید در این فعالیت چی گفته گفته به کمک ساعت دستی خود ساعتی که در دست شما هست تعداد ضربان های قلبتان را ابتدا در یک دقیقه و سپس در دو دقیقه بشمارید. این را خب میتونی انجام بتینید. در یک دقیقه زربان قلب تا وقتی با مو وسیله ای که بگیرید ضربان قلب تا شمار میکنی که در یک دقیقه چقدر شد در دو دقیقه چقدر شد ولی اگر بر شما رو با ساعت دستی میتونه نه اگر بر شما بگویه که در نیم ثانیه ضربان قلب چقدر میشه ایر جواب دادن نمیتونی میگی که نمیتونم دیگه ساعتم خو یک ثانیه رو اندازه میکنه. یا ساعت دستی اصلا ثانیه شاید نداشته باشه یک دقیقه رو اندازه کنه. پس می این یک وسیله دیگر رو ببینید پایین که باز دقتش بالاتر از همه ساعت, هست. از ساعت شنی است از ساعت شینی کدام دقت زیادتر است از ساعتی که شما در خانه استفاده میکنین دقت کنین اینه تو یک شکل ساعت یا بعضی اشکال مختلف ازی است این میگن استاپ واچ استاپ واچ است یا کرونومتر ای چی است ساعتی است که خیلی دیگه دقتش بالاست دقتش چی اندازه است من اینجا براتون نشون میکنم دقت ساعت شنی ببخشید دقت استاپ واچ ساعت شینی خود دقتش خیلی پایین بود نه استاپ واچ و نظر شما چقدر باشه حدس بزنین یک دفعه شاید بگویی که یک بر یا دوی بر یک ثانیه باشه آه. یک بر صدم ثانیه را اندازه میکنه یک بر صدم سکند یعنی یک ثانیه را به صد حصه تقسیم کرده و میتونه بر اندازه کنه یک حسیش چقدر است چقدر دقت استاف واچ بالاست دیدین با مرور زمان با پیشرفت جهان تانستن که خیلی زمان کوچک اندازه کنه حتی یک صدم ثانیه اندازه کنه چقدر کوچک است نه رو در جای خاص از استفاده میکنه یا مسابقات خیلی دقیق و خاص از استاف واچ استفاده میکنن که حتی از یک ثانیه کدام کمتر برتون اندازه گیری بکنه شما دیدین که وسایل مختلفی رو بر اندازهگیری زمان استفاده کردیم اول گفتیم از آفتاب استفاده می شد با ساعت شینی شد با ساعت به وجود آمد حتی دیدی که استافواش که یک بر صدام ثانیه رو اندازگیری و دقت اندازگیری یا یعنی چی؟ یا تو میگین که دقت اندازهگیری کوچکترین واحد یا کوچکترین اندازه ایره که همون همو, سا... همو وسیله انجام تا مثلا استاف باش دقتش یک بر صدام است دقت ساعت هایی که در خانه ما هست چی است یک ثانیه است می توانید رو نوشته کنیم ببینید دقت استاپ واچ یک بر صدم ثانیه دقت ساعت معمولی دقت ساعت معمولی چند است یک ثانیه است هزی که در خورد اندازه گیری نمیتونه. ساعت شینی خوب باز دقتش یک دقه و دو دقه و این چیزا نیست از دو کدام کمتر است خب بیاین در درس بعدی ما اندازگیری کتله همون رقمی که واحدش خواندین در سیستم اس SI گفتیم چی است کیلوگرام است و از کیلوگرام کده خوردم داشتیم از کیلوگرام کده بزرگ داشتیم ولی کیلوگرام من حیث واحد بین المللی انتخاب کردن حال وسیله های اندازه گیری که تلن رو به شما خوندین انواع ترازوها رو به شما به نمایش گذاشتیم یک بار ببینین این ترازو این رو دیدین ای حتما نه یعنی وزنهایش هایش هست کوچک اما تو رو به بزرگ و هم یک نو ترازو آیا دقت این ترازو به نظرتان چقدر باشه دقت ترازو در روی خود هر ترازو نوشته شده است ولی دقتی زیاد بالا نیست نه به خاطر که اگر ما یک وزنه خیلی کوچک بندازیم مثلا طلا فروشی یک تلای خیلی کوچکه اگر ما در طلا فروشی اما تو یک ترازو داشته باشه و یک طلا اینجا پرت خو هیچ هم نمیخوره به اونه پس میگم دقت از کم از خوب بگه چقدر به ما پول بده از طلا پس اونا از ترازوهای استفاده میکنن که دقتش بیشتر باشه یا از وسایلی که ارزشش کمتر باشه استفاده میکنه چون دقتش یک گرام است از یک گرم که خورد اندازه گرفته نمیتونه مثلا نیم گرم نمیتونه اندازه کنه دقتش یک گرم است باز میگه که تا چی اندازه روی زیمون ده میتونی تا هزار کیلوگرم یا 500 کیلوگرم نوشته است از او کده که بالا بونی دیگه ای ترازو برای جواب نمیته دو اونمو دقتی که نوشته است در روی ترازو ها که از اینی اندازه تا به اینی اندازه اگر از او که زیاد بانی جواب نمیته از او که کم هم جواب نمیته و این شکل دیگه از ترازو است که در پایین برتون نمایش داده یعنی خورده است دقتش بیشتر است در پایین نوشته میشه این ترازوهایی بود که قبلا ها استفاده میشد و حالا بعضی ترازوهای دیگه ببینه این میگن ترازوی دیجیتال حالا از این استفاده میکنن که چی فقط قیمت بهش وضع میکنن و با ای که اندازه مثلا یک کیلو میخوای دو کیلو میخوای سه کیلو میخوای باز خودش قیمت بر نوشته میکنه میگه یک کیلویش باشه 200 افغانی و وقتی 200 نوشته کنه دیگه خودش هر چقدر که بانی بر مقدار پول نمایش میده اینا رو میگه ترازوهای دیجیتال که با اینجا بعدش یعنی یک بارتی انداخته میشه و از اونجا حرکت میکنه و این انواع مختلف ترازو بود و ترازوهایی که در تلافروشی فروشی از شما دیدین که با اندک یک مقدار کتله را که روش بانی تغییر میکنه و دقت در اندازه گیری برتان گفتم دقت در اندازه گیری اگر بر شما بگویم ما او روز چی خوانده بودیم ورنیل کاری پر خوانده بودیم بر اندازه کردن طول های کوچک اگر بگویم دقت اندازه گیری خطکش شما چقدر است دقت اندازه گیری ترازو دقت اندازه گیری ساعت حالا دیگه کلش هم میتونین اندازه گیری کنید دقت در اندازه گیری مفهومش یه کوچکترین واحدی که بتانه همو شی یا همو وسیله برتان اندازه کنه ایره میگه دقت در اندازه گیری اگر مثل که من روز قبل برتان گفتم اگر بگویم که یک صفر اشاری معلوم کنین صفر اشاری سه میلیمتر ایره شما میتونین با خط کشتان نشان بتین نمیتونین چرا خطکشتان کوچکترین واحدی دیگه که اندازه گیری میکنه میلیمتر است و از او که دیگه کوچک اندازه گیری پس با این نمیتونی اندازه کنی با چی اندازه میکدیم ورنیر کالیپر که اون یک بر دهم ده همه میلیمتر اندازه میکد از او که زیاد اگه داشته باشیم سفر اشاری یا سفر دو نه؟ که در ورنیر کالیپر رو میره نمیتونیم اندازه کنیم چون این یک صدوم است هر خانه بعد از اشاری ای ده این صد پس ورنیر کالیپر میتونست یک بر دهم ده میلی متر اندازه کنه نمیتونست یک بر صدم پس اوم هم نمیتونه از استفاده کنه با این چیز اندازه گیری کنه پس وسایل دقیق تری برای لازم است که صفر اشاری صفر دوی میلی برتان به نمایش بگذارم دقت اندازه گیری را خفا نه یعنی که کوچکترین واحدی که یک وسیله اندازه گیری کنه و میاین در قسمت بعدی که دقت اندازگیری خدکش تا گفتم چقدر است؟ یک میلی متر است. و اینی قسمت ستون شما تکمیل میکنین و با هم یک جای تکمیل میکنین و شما با پنسل هایتون در کتاب تکمیل میکنین. ببینین جاهای خالی در نقشه مفهومی زیر را کامل کنید. کمیت اساسی گفته. یعنی کمیت فریده ای شامل نمیشه. فقط کمیت اساسی نوشته میکنیم. سه تا کمیت اساسی داشتیم. یکیش خودش نوشته طول. دیگه چی بود؟ زمان شما نوشته کنید زمان به خاطر که اینجا ثانیه گفته پس اینجا زمان هم میگیریم اینجا چیست؟ کتله نوشته میکنید زمان کتله میاین واحد ببین واحدات همیره که نوشته کردین میگن طول چی از واحدش؟ متر است در سیستم اس SI. آی واحد زمان چی است؟ ثانیه است اینجا چی نوشته کرده بودین؟ کتله نوشته کردین در کتابایتان و میاین واحد کتله ایره تکمیل میکنین خودتان واحد کتله چی بود؟ کیلوگرم بود حالا وسیله های اندازه گیری امروز شما با انواع مختلف وسیله های اندازه گیری با کمیت اساسی آشنایی پیدا کردین وسیله اندازه طول متر است خط کش است نه با دو تا میتونین اندازه کنیم ورنیر کالیپر است وسیله اندازه زمان ساعت است وسیله اندازه گیری, گیری, گیری کتله ترازو هست خب شاگردهای خوب, شاگرده خوب. این جدول شما با پنسل های خود در کتاب تکمیل میکنین و تا جلسه بعدی خدا و ناصر شما